آمریکاست. کاهش ازدواج در ایران، به نظر شما دلیل این کاهش چیست؟ بنا به اعلام دولت ایران در یک بازه زمانی 8 ساله، یعنی از ابتدای سال 89 تا انتهای سال 96، ازدواج در ایران 30% کاهش داشته. همزمان گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از رشد گونه‌های دیگری از روابط میان جوانان به جز ازدواج رسمی است. به جای اینکه در آمار و ارقام بمونیم، بهتره که نظر شما رو بی‌واسطه بشنویم. از نظر شما دلایل کاهش میزان ازدواج در ایران چیه؟ آیا با نمونه های از ازدواج غیر رسمی، مثلا ازدواج سفید، مواجه شدید؟ مثل هر شب میخوام یه مروری داشته باشیم بر راه های تماس برای اونهایی که احیانا تازه به جمع ما پیوستن. 202-205-2654 شماره تماس ماست، اما از طریق اسکایپ هم میتونید تماس بگیرید. ما هر روز در فیسبوک و اینستاگرام هم روی خط هم صدای آمریکا پست های مرتبطی رو منتشر میکنیم، اونجا میتونید کامنت بذارید. و اگر تلگرام دارید، از طریق تنها آیدی تلگرامی صدای آمریکا به آدرس @sendvoa، همین یه آیدی هم بیشتر نیست، میتونستید تا 9 شب برای ما فایل صوتی و تصویری بفرستید. الان دیگه میشه که فقط نظرتون رو برای ما بنویسید. من بهروز صمدبگی هستم، همراه شما در برنامه روی خط. برنامه رو با آقای رضا از تهران آغاز میکنیم. آقای رضا سلام، شما چی فکر میکنید؟ چرا آمار ازدواج در ایران پایین اومده و به نوعی تمایل به ازدواج میشه گفت که کمتر شده در جامعه ایرانی؟ بله، آقای رضا از تهران، اگر صدای من رو میشنوید با شما صحبت میکنیم، میخوایم نظر شما رو جویا بشیم در مورد... بله، مثل این که دو تا آقای رضا تماس گرفتن، یه خورده اشتباه شده. آقای رضا از ایران اگر روی خط هستن صدای منو میشنون، بهشون سلام میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همگی بینندگان. سلام آقای صمدبگی، فکر کنم در برنامه هایی که در مورد پیری در واقع نفس و تشریک و فرزندآوری میشد، من که من صحبت کردم اشاره میکردم که شما وقتی بچه میخواید اینها در واقع آتیه هم میخوان، یعنی ازدواج و کار و معیشت و این داستانا. شما اگه دقت بکنید به قول میگن که سه رویداد مهم زندگی هر فرد، در واقع رویدادهای مهم زندگی هر فرد سه رویداد هست: تولد، ازدواج و فوت. دو تاش دست آدم نیست، یکیش دست آدمه که همونی هم که دست آدم نیست، دست فرد نیست، خیلی مهمه در آتیش و زندگیش و نیکبختیش یا بدبختیش. الان اگه شما دقت بکنید توی جامعه ما، عمده کسی واقعا مگه میشه کسی نخواست به قول معروف ازدواج نکنه و به آرامش نرسه؟ ولی خب وقتی خیلی واقع بینانه نگاه میکنیم، وقتی میبینیم که خب بیکاری هست در جامعه ما، اقتصاد ضربه دیده، تورم رفته بالا، تمام اینها به کنار و درست، ولی یه عنصری هم هست باید بهش توجه بکنید و اون هستش که متاسفانه دستگاه‌های تبلیغی ما با توجه به تمام این اطلاعاتی که دارن خودشون یک سری تبلیغات چجوری بگم خیلی منفی میکنن که روی نسل جوان هم تاثیر میذاره. مثالش رو دارم میگم، تلویزیون ما میاد سریالی میذاره یا تبلیغی میذاره که یک زوج جوان تو یک خونه 25,000 متری آنچنانی همه دردی دارن الا درد مشکل مالی. الان عمده جوانان ما، حتی اونایی که الان سن ازدواج رسیده به بالای 40، من میگم طرف 45 تاشه داره یه بچه مثلا 10 ماهه تو بغلشه. خب شما وقتی تمام اینها رو ببینید در آتیه، این آتیه که نه همین الانش
در واقع شما یک نسل مریض رو میبینید، یک نسل افسرده رو میبینید، یک نسلی رو که در واقع تو پیچ و خم زندگی خودش مونده و به هیچی نمیتونه فکر بکنه. معضلات عمده اینه که در واقع قبول هم بکنید که تو جامعه تمام نهادها به هم ارتباط دارن. وقتی ما اقتصادمون درست نباشه، نهاد خانوادهمون درست نیست، خانوادهمون درست نباشه، اخلاقمون درست نیست. و الان این باعث شده که یک سری ناهنجاری‌های اجتماعی بدی بیاد که من فکر می‌کنم همه هم می‌بینن و من دلم نمی‌خواد حتی اسم اینها رو بیارم. و می‌دونید و اینها هم متأسفانه انقدر دیده شدن و انقدر اپیدمی شدن که دیگه حتی قومشون هم در جامعه به قول من از بین رفته و من نمی‌دونم واقعا کسی هست فکر بکنه غیر از حرف زدن و شعار زدن، کسی به فکر فرو رفته که قراره چه بر سر این نسل بیاد. آقای رضا، یک بخشی از بحث شما متکی بود بر مباحث اقتصادی و اینکه امید به آینده چون وجود نداره خیلی ها ترجیح میدن اقدام به تشکیل خانواده نکنن. آیا همین هم باعث شده که گونه های دیگری از ازدواج غیر رسمی در ایران به نوعی رایج بشه؟ از ازدواج سفید برخیش معروف شده، یا هم خانگی یا دوستی، در این مورد چی فکر میکنید؟ خب متاسفانه خب بله دیگه، شما وقتی که ببینید هر چیزی به قول معروف شما که نمیتونید بر علیه نظام طبیعت حرکت بکنید، این افراد به یک سنی که میرسن این نیازشونه که باید انجام بدن. حالا بعضی ها چه به درست چه به غلط به خاطر مشکلات اقتصادی که بین دو طرف هست فرق نمی کنه به طرف این کشیده میشن. و همین ازدواج سفید هم من فکر کنم اسم جالبی نباشه، چون غیر از سیاه بختی و چه میدونم چشم بد جامعه و فرد شدن چیزی در انتظارشون نیست، به خصوص اون به قول طرف مؤنث قضیه. لذا اگر من عرض میکنم اگر یک دلسوزی باشه بیاد یه فکر اساسی بکنه، به قول من الان شما میبینید عمده جوانای ما هم تحصیل کرده هستن، شغل و حرفه آن نیست که بخوان انجام بدن. اینها باعث میشه که در واقع تمام این اینا اصلا خود همون ازدواج به ناحق اسم سفید مثلا اسم با مسمایی هم نیست، در واقع این خودش اینها رو سوق میده به دره به قول من نیستی و چیزی غیر از ازدواج به قول من مفید و دائمی نمیتونه بقای یک زندگی مفید و تضمین سلامتی نسل آینده کشورمون بشه. ممنونم آقای رضا، این نکته رو من یادآوری بکنم در مورد همه تماس ها صادق، تماس های بینندگان الزاما نظر ما نیست و وقتی ما در مورد موضوعی صحبت میکنیم نمیخوایم چیزی رو تایید یا رد بکنیم یا تبلیغ بکنیم، هر کسی نظر خودش رو داره. برخی مثل آقای رضا ازدواج رسمی رو داره ارزش میدونن، ازدواج سفید رو منتهی به سیاهی میدونن، برخی برعکس، یا شاید کسی هم حتی معتقد باشه که کاهش آمار ازدواج پدیده خوبی باشه. ما صرفا داریم نظرات شما رو بی واسطه در این برنامه فرصت فراهم کردیم که بتونیم بشنویم و روایت بشه. تماس ها رو ادامه خواهیم داد با آقای سیامک از ایران. آقای سیامک سلام، نظر شما رو بشنویم. شما چرا فکر میکنید که آمار ازدواج در ایران کاهش پیدا کرده؟ با درود، خسته نباشید. عرضم به حضورتون که اینو از نظر جامعه شناسی اگه شما ملاحظه بفرمایید، در ایران سابق زمان رضاشاه کبیر اقتصاد بالا اومده بود، وقتی اقتصاد جمعش بالا بیاد یواش یواش پایه دموکراسی هم گذاشته میشه. اما متاسفانه چون روشنفکرهای ما کورکورانه پیش میرفتن و اون بغضی رو که با خانواده پهلوی داشتن به چپگرایی گرایده بودن و از آخونده اطلاعات زیادی هم نداشته، رفتن تو بغل آخونده. اما این موزل با این مسائل حل نمیشه. شما نگاه بکنید ببینید یک جوانی که امروز میخواد ازدواج بکنه حداقل یه آپارتمان 60 متری این یکی از چیزاشه که واجبه شه. بعد از اون لحاظ نگاه میکنید میبینید اوایل انقلاب قبل از انقلاب خیلی چشم همچشمی نبود که جهاز بدن، خیلی چشم همچشمی نبود که طلای آنچنانی بخرن. همین آخونده اومدن اول انقلاب رو این عقدنامه نقشال میدادن، تلویزیون میدادن، فحش میدادن، فلا میدادن، یه مدت که مودش کردن بعد قطعش کردن. چی شد؟ روال شد که آقا این تجملگرایی به خاطر اینکه خودشون تجملگرا بشن تجملگرایی رو سوق دادن تو جامعه و این گناه روشنفکرای ما بوده.
شما تا هیچ کجای جهان اقتصاد نگیری بالا، امکان دموکراسی برای شما جا انداختن نداره. شما همه کشورهای پیشرفته‌ای که نگاه بکنید اول رو اقتصادشون کار کردن تا بتونن دموکراسی رو جا بندازن. بدون اقتصاد دموکراسی پوچه، شکم گشته. جواب اقتصاد یعنی جواب هنجاری های جامعه رو نمیتونه بده. ناهنجاری خود به خود به وجود میاد. بالاخره این آقایون همه دوزن. من فکر میکنم صدر اسلام هم همه دوز بودن. متشکرم آقای، ممنونم آقای سیامک. میخوایم صحبت ها رو ادامه بدیم در موضوع کاهش آمار ازدواج در ایران. تماس ما آقای رضا از تهران فکر میکنم دوباره برقرار شده. آقای رضا سلام، نظر شما رو بشنویم. شما فکر میکنید دلیل این کاهش چیه؟ سلام. سلام بفرمایید. سلام. سلام بفرمایید آقای رضا، صداتون پخش میشه. الان صدا من خوب میاد؟ بله. شب مزاحم شدم صدا میاد. خدمت شما عرض کنم که مشکل اول جوانای ما کاره، یعنی شغله. ببینید با اینکه هر روز تعطیل میشن، البته الان سزاران هم گذشته، من چون شغلم یه طوریه که کار فنی بعضی کارخونجات میرسن انجام میدادن، کارخونجات کوچیک. البته الان کارخونجات با مشکل قطعه و مواد اولیه الان سرکار مشکلشونه. مشکل دومشون آب و تلفن عوارض شهرداری دارایی. الان بعضی هاشون که من باشون صحبت میکردم کارخونه رو بفروشن، پولش رو دارن بانک، بیشتر از خالص بگیرن سودش رو. حالا شما یه جوانی شانس بیاره بره سرکار، چقدر فکر مونی بشنه؟ 1500. خب 1500، 1,500,000. خب این بخواد ازدواج کنه حداقل 5-6 میلیون تومان برای ازدواجش خرج داره، بره وام بگیره، کمک پدر مادر باشه و ازدواج کنه. حالا میخواد یه خونه بگیره. آقا خونه الان اطراف تهران با 20 میلیون تومان یک پیش میلیون تومان اجاره. خب این با 1,500,000 تومان چجوری بخواد زندگی کنه؟ شما نمیدونم این مسئولین به فکر هستن به خاطر یک ذره مور خانوما اینجور بلوا و مسئله ایجاد میکنن و این قضیه به این خیلی سادگی که میتونن هم حل کنن و حالی همزید. بله، ممنونم آقای رضا از تهران از حضورتون در برنامه روی خط. یک سری به کامنت ها بزنیم بعد یه فایل صوتی با هم خواهیم شنید. آقای علی شبرو، اگر اشتباه نخونده باشم، 42 ساله از تهران و ایمان نمیشن، ازدواج در ایران خیلی مشکل شده، مسئولین فقط شعار میدن و هیچ راه حلی برای مشکل ندارن. خود من متأهل و کارمند شهرداری هستم، حقوق ثابت دارم، زندگی سخت شده برام، چه برسه به اون جوونی که کار درست حسابی نداره و میخواد ازدواج بکنه. و شهروندی از خرم‌آباد هم نوشته که ازدواج در ایران بسیار مشکل شده، در یک جلسه ساده عقد داماد بیچاره زیر بدهی میره و ایشون پیشنهاد داده که باید تعهدات زن و مرد در زندگی یکسان بشه. بریم فایل صوتی رو بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. اینکه به سطح سن ازدواج رفته بالا، به نظر من اولین و اصلی ترین دلیلش بحث اقتصادی هستش. اینکه سن ازدواج رفته بالا و جوانات توقعشون رفته بالا، فکر میکنم همش برمیگرده به مسئله اقتصادی. چرا که الان همه دوست دارن زود پولدار بشن، زود ثروتی به هم بزنن. متاسفانه سیستم مریض اقتصادی هم اینطوری ایجاد کرده، متاسفانه باعث شده که همه دنبال این باشن که یه شب راه 100 ساله رو برن و همش دست به دست هم میده که خود به خود سن ازدواج بره بالا. آقای رحیمی از ترکیه میخوایم صحبت کنیم، از طریق اسکایپ با ما تماس گرفتن. آقای رحیمی سلام، شما چی فکر میکنید دلیل کاهش آمار ازدواج در جامعه ایران چیه؟ سلام جناب صمد بیگی، درود بر شما و بیننده های عزیز. جناب صمد بیگی، یکی از دلایلی که ازدواج در ایران اینطوری شده مشروعیت رژیمه. هرچی مشروعیت رژیم بیاد پایین، ازدواج کمتر میشه، چون اختلاف هست، چون سرقت هست. الان اگر شما نگاه بکنین، مشروعیت رژیم به شدت در جمهوری اسلامی اومده پایین، چون جمهوری اسلامی مشروعیتشو از مشروعیت سنتی میگیره و از مشروعیت کاریزماتیک که یعنی به اصطلاح خامنه‌ای داره.
ولی در کشورهای اروپایی اگر شما نگاه بکنید، چون مشروعیت رو دارن از دموکراسی میگیرن، ازدواج خیلی راحت تره. در ایران یکی از دلایلی که الان مردم جوانان نمیتونن ازدواج بکنن اینه که مردم ناامید شدن از دولت به طور کل، از زندگی. 9 میلیون نفر ما معتاد داریم توی ایران، 9 میلیون نفر دیگه کسی نمیمونه که بخواد ازدواج بکنه. در همین ترکیه الان ما خودم شاهد هستم، همین مسیری که من رفتم الان نون بگیرم بیام، 2 تا 3 تا ازدواج بودش که داشتن، به اصطلاح مهمونی بود و اینها. اما توی ایران بر اثر فقر، بر اثر احتیاج، بر اثر ناامیدی و ای که مشروعیت رژیم به طور کل سقوط کرده، خب به این شکل شده. بله، ممنونم آقای رحیمی از حضورتون در برنامه روی خط. برگردیم به تلفن. آقای محسن از نیشابور همراه ما هستن. آقای محسن سلام. تقریبا اکثر تماس های تلفنی، پیام های صوتی و کامنت ها بحث اقتصادی رو عامل اصلی میدونن. شما چی فکر میکنید درباره کاهش آمار ازدواج؟ سلام. خب درست میگن بحث اقتصادی اولویته، ولی در کنار اقتصادی آمریکا و مهریه رو هم باید اضافه کرد. شما که البته همه چی به آمریکا ربط میدید، ولی دیگه انتظار نداشتم واقعا ازدواج. یادم میاد پارسال همچین سوالی رو مطرح کردی و سوال کردی که بخوای ازدواج کنی چقدر خرج برمیدارید پارسال؟ دقیقاً پارسال بعد من گفتم 100 میلیون تومان. تعجب کردی، گفتی نیشابور 100 میلیون تومان. گفتم آره. خب الان بخوام همون ازدواج رو بکنم 500 میلیون تومان. واقعا این خرج الان این تقصیر آمریکاست. یعنی این استدلال شماست برای اینکه تقصیر. من نگفتم تقصیر آمریکاست. نگفتم تقصیر آمریکاست. 80% شخصی آمریکاست، 80% مقصر آقای است. نه من نگفتم تقصیر آمریکاست. گفتم در کنار بقیه مسائل آمریکا و میگویه رو هم بدون. من اینو گفتم، نگفتم 100% آمریکاست. بله. نگفتم. پس شما هم فکر می‌کنید دلیل اقتصادی مهمترین دلیله و آیا دورنمای روشنی رو می‌بینید برای اینکه این وضعیت بهتر بشه تا شخص شما به عنوان یک جوان ایرانی بتونید ازدواج بکنید یا خیر؟ نه من نمی‌بینم. بله. متشکرم آقای محسن که از نیشابور در برنامه روی خط شرکت کردید. آقای احمد از بابلسر همراه ما هستن. آقای احمد سلام. بشنویم نظر شما رو درباره دلایل کاهش آمار ازدواج در ایران. بله. آقا سلام، از کلام آقای شمد بگیر. سلام بفرمایید. از کنه کنه من شما اولا که آقای محسن شما چرا حرفای دیگر میگه؟ چرا سوی آمریکا داره؟ هم مثلا آقای درست شد ببینید چطور باید یک جوان رقبت به ازدواج داشته باشه؟ قشنگ میخوام حرفامو بزنم پیش کنید. با این هزینه آقای فرسام آورد. ببینید فقط اجاره خانه باید از 50 میلیون تا 100 میلیون پیش بره. طبقه خانواده عروس در تالارهایی که نزدیک به 60-80 میلیون باید خرج بشه باید. و خرید طلا تا 60 میلیون تومان. لباس و غیره عروس تا 50 میلیون تومان. که در کل نزدیک به 250 میلیون تومان خرج از کجا بیاره؟ این جوان که میخواد ازدواج فرزند از این آیت الله های خودساختگی دوز که نیست. یا از بیت المال خرج یا از فرزندان شیطان های حرامزاده و حرام لقمه که نیست. بعد از چند میلیارد خرج کنه. آقای احمد شما خودتون جوانی در خونه دارید؟ ببخشید شما عرض می‌کنم من آخرتر اونم عرض می‌کنم. یک جوان اگر مثل جوان من که 33 ساله نمی‌تونه ازدواج کنه، نماز رو بذارم قطع کرده به خاطر اینکه سن اینا چه چه تفاوت بودن اینا گلسه جناب. ولی یک جوان اگه تازه مشغول کار بشه، بیش از 2 میلیون تومان که درآمد نداره، باید 2 الی 3 جا کار و شغل داشته باشه. بعد از آن با این مشکل عروس را چه همسر و تازه عروس هست چه و کجا باید ببینید، چه طوری زن و شوهر باشن، چه جوری روابط زن و شوهر داشته باشن، چه زندگی آنها دوام بیاره. وقتی که این نیست در طول 6 ماه منجر به طلاق میشه. در پایان میخوام بگم که خدا لعنت کنه خمینی و رفسنجانی خامنه ای را که این مشکلات را برای جوانها و کل مردم در وجود آوردن. ممنونم آقای احمد. اجازه بدید که با آقای عبدالصمد از آلمان صحبت بکنیم. آقای عبدالصمد سلام. عموم بینندگان ما بحث اقتصادی رو مطرح کردند. آقای احمدم سران جمهوری اسلامی رو مقصر
چنین وضعیتی میدونست که به عنوان مثال فرزند ایشون نمیتونه اقدام به ازدواج بکنه. شما چی فکر میکنید در این زمینه؟ سلام علیکم. من قبل از همه از اون برادرم محسن از نیشابور معذرت میخوام، چون من قبلا ایشون رو ضد انقلاب میدونستم ولی ایشون واقعا یه حزب‌اللهی هستن، خواستم الان عذرخواهی کنم ازشون چون روز دیگه باید جوابش میدادم. بله این برادر، این برادرمون احمد و رحیمیت ترکیه و امثال اینا، لطف کنید که راجب سایر بینندگان صحبت نکنید، همونطور که به شما این فرصت داده میشه نظرتون بگید، بقیه هم آزادانه نظرشون میگن. شما فکر میکنید دلیل کاهش ازدواج در ایران چیه؟ ببینید رئیس جان، اولا که ازدواج ها به طور سنتی همونجور که از قبل بوده هنوز ادامه داره، بعدم اگر فرضاً ازدواج دائما ممکن نباشه، میدونید که راه دیگه ای داریم، راه به اصطلاح دینی هم موضوع صیغه هستش، حالا صیغه کوتاه مدت یا دراز مدت اونم مسائل حل میشه، فقط تک و توک میمونه یه مشکل ضد انقلاب و نمیدونم کافری که دینش مون ضعیفه یا حالا اونا رو بذاریم کنار. عرض کردم خدمتتون که اکثر بینندگان ما بحث مالی رو بحث عمده میدونن، شما گفتید اگر بحث مالی در میان باشه میشه مثلا راهکارهای مثل صیغه رو در نظر گرفت. مثلا برای شخص شما آیا نمیدونم دختر خانومی دارید یا خیر، آیا مثلا این روش رو میپسندید که ایشون صیغه مرد دیگری بشن تا اینکه تمکن مالی فراهم بشه برای ازدواج دائم؟ من خوشبختانه به شکر خدا امکاناتش دارم برای زندگی مهیا کنم، ولی اگر نمی بود طرف مقابل رو میشناختم، دخترم هم که خب میشناسم، هیچ مسئله ای نبود. ولی میدونی تمام زندگی ها همش یهو با هم که ردیف نمیشه، با هم ازدواج میکنن، بعد رفته رفته زن و مرد با همکاری همدیگه میسازن خونه زندگیشون رو برای بچه به اصطلاح متولد میشه، اونها رو تربیت میکنن و الی آخر مثل همیشه. ولی این افراد اکثرا میخوان که به قول معروف هدو راحت بپتو گلی، نه همچیزی ممکن نیست. ممنونم از شما آقای عبدالسلام. اجازه بدید که نظر آقای تورج از ایران رو بشنویم. آقای تورج سلام، شما چی فکر میکنید درباره دلایل کاهش آمار ازدواج در ایران؟ با سلام خدمت آقای صمدبیگی و همچنین بینندگان محترم ایرانی در تمام نقاط دنیا. جناب آقای صمدبیگی، ملت ایران 40 ساله به حکومتی داره زندگی میکنه که بجز بدبختی و بیچارگی هیچ چیزی نصیبشون نشده. جوانای ما اینقدر تکتر شدن که نمیتونن زندگی کنن، چه برسه که بخوان ازدواج کنن. یکی از نعمتهای ولایت فاشیستی اینه که سیغه‌ها چند ساعته رو توی مملکت رواج داده. جناب آقای صمدبیگی، اینا دارن برای ویرانی ایران و جوانان بسیج شدن و تا نابودی که کار خودشون ادامه میدن. اینا دست بردار نیستن از این کاراشون. این دولت و این حکومت تمام مشکلات مردم رو میدونه که چه بلایی داره سر ملت میاره و به اون افتخار میکنن اینا. این آقای عبدالصمد ایشون زیرخور جمهوری اسلامیه. صدای منم بشنو آقای صمدبی. آقای که تو آلمان داری زندگی میکنی، من انقلاب کردم، الان دخترم 43 سالشه شوهر نمیتونه بکنه، پسرم 38 سالشه، پسرم 39 سالشه، پسر دارم 43 سالشه، ازدواج نمیتونم بکنم به خاطر فقر و بدبختی که. یعنی شما 3 تا جوان مجرد در خانوادتون دارین؟ بله بله بله، 4 تا جوان مجرد دارم، همه هم بالای 38 سال هم. اینا جیره خورن که نمایت میکنن، اینا جز بدبختی آدم کشی هیچ چیزی، دروغ میگن، اینا میگن پای تلویزیون فقط دروغ میگن. حالا ایشون میگفتش که در واقع سطح توقع خانواده ها و جوان ها بالا رفته که سخت میگن ازدواج رو. شما چون از نزدیک جوان لیسانس ها رو بیان ببرم که این تنکی صادقی نشونم آدم هستش دو تا لیسانس داره، داره جوراب میفروشه، داره عرقگیر میفروشه، اینا دروغ میگن. اینا جوانه ما رو بدبخت کردن، بیچاره کردن به خاطر این که در مادرش که روش نمیشه پول بگیره، مجبور میشه بره جوراب بفروشه، مجبور میشه بره رو ماشین مخصوم کار بکنه. اینا جیر خور و مفخور هم که میگه من وضع مالی خوبه میتونم این کار رو بکنم. تو بله تو آدم کشی الان بهتم دولت پول میگه. بله حالا همونطور که از ایشون خواستم که راجع به سایر بینندگان نظر نکنه، از شما چنین خواهشی رو دارم. متوجه شدم، ممنونم از شما آقای تورج، متشکرم. اجازه بدید صحبت خانم های مخاطب برنامه رو هم بشنویم. خانم سارا از تهران همراه ما هستن. خانم سارا سلام، شما فکر میکنید دلیل این کاهش تمایل و آمار ازدواج در ایران چیه؟ سلام علیکم. اینا فقط
زندگی بچه هاشون تشکیل میدن. ما نمیتونم، من یه مادرم سه تا بچه دارم، الان پسرم نزدیک 40 سالشه، هیچ کار نمیتونم بکنم، کار زندگی نداره و زندگیشون اصلا هر جا میره میگن که ماشین داره، خونه داره، سه تا دکتر یه پسر، همینطور مونده. ما مسلمان نیستم که اونا خودشون مسلمان هم 17 ساله پسرشون زن میدن، دکترشون زن شوهر میدن. ما نمیتونم هیچ کار بکنم، فقط خدا جواب خامنه اینه بده انشالله زندگیشون کار مار کنه. کسافت خودشون میتونم بچه هاشون زندگیشون تشکیم. ممنونم خانم سارا، خیلی لطف کرده در برنامه روی خط شرکت کردید. من باز میخوام سری به کامنت ها بزنم و یه فایل صوتی خیلی کوتاه میشنویم. تعداد زیادی تو نوبت هستند، منتظر باشید. سعی میکنم با همه صحبت بکنیم تا جایی که ممکنه. در کامنت ها هم خیلی ها گفتند که بحث مالی موزل اصلی است و یکی دیگه از بینندگان گفته که یک زمانی ازدواج سفید بود ولی الان میگه که من خودم شخصا هیچ ندیدم، به خاطر اینکه همون ازدواج سفیدم یک بخشی از تمکن مالی رو لازم داره. بریم این فایل صوتی رو بشنویم، برمیگردیم خدمتتون هستیم. سلام، من به عنوان یه جوان 24 ساله که تازه نامزد کردم، دلیل اصلی نامزدی من اینه که همسرم بومی محل خودمونه و خیلی از مخارج و رسومات رو توافق حذف کردیم، ولی به نظر من دلیل اصلی کاهش ازدواج تو ایران کاهش توان مالی افراده، چون خیلی از دوستام و هم خدمتیام که سنشون حتی از 30 سالم رد شده به دلیل نداشتن شغل مناسب و درآمد کافی که حتی کفاف و مخارج خودشون هم نمیده از ازدواج صرف نظر میکنن. یکی از دوستام هم هست که به ازدواج به اصطلاح سفید تن داده، ولی خب از رفتار و کاراش میشه فهمید که به دلیل فرهنگی که تو ایران غالبه خیلی از ازدواج سفیدش راضی نیست. شاید از بعضی لحاظ تامینش کنه، ولی به گفته خودش همیشه یه حس ترس و نگرانی همراهش هست. بیننده دیگری از آلمان همراه ما هستن. آقای آرمان سلام، نظر شما رو بشنویم. آقای صمد بگی و سلام میکنم خدمت تمام شنوندگان ایرانی در تمام دنیا. عرض کنم خدمتتون که من دلیل اقتصادی که از عوامل عمده این هستش که جوانان تو ایران ازدواج نمی‌کنن، ولی تنها دلیلش نیست. یکی از دلایل عمده دیگه که خیلی بارزم هستش اینه که از اول انقلاب وقتی که توی مدارس ابتدایی بچه ها رو از هم جدا کردن، دختر پسرها رو از هم جدا کردن و این عدم شناخت جوانا از هم دیگه باعث یک بیماری خیلی بسیار عمیق و عجیبی توی جوانا شد و این عدم شناخت باعث این شد که نتونن با هم کنار بیان، نتونن بشناسن و یک ترس بزرگی بر اینا قائل شد و فائق شد که دیگه الان نتیجهشو داره نشون میده و این گسستگی اجتماعی و این ترس توی اجتماع که اصلا من به شریک زندگی میتونم اعتماد کنم برای طرفین، چه دخترها به پسرها و چه پسرها به دخترها، و این دلیل بسیار عمده ایه. بله. نه تنها که میبینیم که توی خانواده های متمول هم نمیتونن ازدواج کنن، یعنی که اونجا هم ازدواج خیلی به اصطلاح درصدش پایینه. خیلی ممنونم آقای آرمان، ببخشید وقت شما کم بود، اما در همین فرصت کوتاه به از زاویه متفاوتی به قضیه نگاه کردید. آقای رضا از مازندران، از شما خواهش میکنم خیلی خلاصه نظرتون رو بفرمایید. سلام عزیز خانم، درود بر شما. درود، بفرمایید. امیدوارم که برنامه‌تون به خوبی جلو بره. جناب احمد بگی، دوستان هموطن من خیلی ادعاس میکنن راجع به اینکه فرق هستش عدم ازدواج، که مردم فریدن ازدواج میکنن یا به سمت ازدواج سفید رو میارن. من دقیقا میخوام تو که مخالف این قضیه هستم. اگر سریعتر بفرمایید ممنون میشم. باور یک جامعه زیرساخت هستش. خیلی از انسان‌های پولدار رو من میشناسم که ازدواج نمی‌کنن. وقتی که تمام باورها که ثروت یک جامعه هست و اگر بده توسط یک که اسلام اصلیش که علی باشه میره در دادگاه و نمیتونه ثابت کنه و شاهد داره و برهش رو نمیتونه تصدیره محکوم میشه. آقای رضا، من خیلی از شما عذر میخوام، یه مقدار کیفیت صدا در اواخر صحبتتون دچار مشکل شد، زمینی که وقت هم خیلی کم بود. از شما به طور ویژه عذرخواهی می‌کنم. آقای رضا از ایران، آقای میلاد از کرج، آقای محمد از زاهدان که خیلی
معطل شدن و دوستان دیگری که فرصت نرسید فایل‌های صوتیشون رو پخش کنیم، کامنت‌هاشون رو بخونیم، از همه عذرخواهی می‌کنم. ممنونم از همراهی شما در این هفته. تا دوشنبه، خدا نگهدار. صدای آمریکاست.